إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه شماره 196 که قسمتی از اون رو در بحث قبل مطرح کردیم و الان هم ادامه مطالب. گفتیم که در این آیه شریف خداوند گذاری به مجموعه ای از اعمال حج دارد و بیان می فرماید. ابتداعا گفته شد که حج را تمام کنید، مجموعه حج رو، اجزاء اون رو در کنار هم همان گونه که خداوند سبحان می خواهد و فرموده است بنشانید و معنای تمام حج پیوند درونی اجزاء حج. این حج و عمره را لله تمام کنید. اشاره شد اگر اون تمام حج است، این کمال حج است و حج تمام با حج کامل و حج کمال یافته هنگامی که جمع می شود، این مقصود قرآن و خداوند است. هر آنچه اون خلوص و حضور و توجه در این عمل بروز و ظهور پیدا کند، کمال اون افزوده خواهد شد. اما گاه شما به مشکلاتی برخورد میکنید. فإن احصرتم، اگر به احصار رسیدید، راه بسته شد، میان راه ماندید، یا مشکل شخصی پیدا کردید از درون یا از برون، فما استیسر من الهد، اونگاه از هدیه خودتون نسبت به خداوند غافل نشید. گفتیم هدیه، هدیه و پیشکش به خداست، هدیه پیشکش به مردم است. پیشکش خودتون رو بفرستید و اگر امکان اون هست قربانی رو، اگر حجتون حج قران است، این رو بفرستید که در قربانگاه قربانی شود. اما ولا تحلقوا رؤوسکم، سر رو نتراشید، حتی یبلغ الهدی و محله، تا زمانی که قربانی به محل قربانگاه میرسد، اونگاه همزمان با اون شما هم آزادید که سر خود رو حلق کنید و از احرام به تعبیر ما خارج بشید. اما اگر کسی مشکلی دارد و من کان منکم مریضاً او بهی عزم من رأسه، اگر مشکلی دارد و امکان نیست که بتواند تحمل کند این مدت رو، میتواند زودتر این عمل رو انجام بده، از احرام بدرآید، اما باید فدیه بپردازد. یه جبرانی عمل میکنید، یه قربانی دارید، اونگاه این فدیه چیست؟ یا صیام است، یا صدقه است، یا قربانی، یا 3 روز به اصطلاح روزه داری است، یا 6 مسکین رو طعام کردن است، یا یه گوسفند ذبح کردن. اینها رو گفتیم. توضیحات دیگه جنبی هم داشت که گفته شد. فإذا امنتم، اما اگر نه، شرایط مأمون و آرام و به لطف خداوند می توانید احرام ببندید، قصد خانه دوست کنید، حج خانه کنید و رب البیت،
و به سوی دیار دوست بشتابید. فمن تمتع بالعمرت الى الحج، کسانی که این توفیق رو پیدا میکنن که از عمره به حج عملشون رو متصل میکنن، که این آغاز انجام دو عمل کنار هم بود، این آیه شریفه و سنت پیامبر بر این شد که مسلمانان در این ایام ویژه حج که الان در آیه بعدی هم میخوانیم می توانند عمره به جا بیاورند و باید عمره به جا بیاورند، اما این عمره است که نام اون طبق این آیه شریف عمره تمتع است، نه عمره مفرده. و حجی هم که با این عمره انجام میشه در این ایام ویژه، نام اون هم حج تمتع میشه، در قبال اون حجی که نه، اون به این شیوه نیست که نام اون یا حج قران یا افراد، که این رو هم اشاره کردیم، سری میگم رد میشم. گفتیم تمتع یعنی بهره برداری، یعنی فرصتی است، موقعیتی است، استفاده کنید از این موقعیت. این میشه متعه و تمتع و استفاده کردن از موقعیت و نعمت. تا قبل از این که آیه شریف نازل شود، بنابر اون سنت هایی که در خود جاهلیت هم وجود داشت، یه خط کشی شده بود. در ایام حج عمره به جا آورده نمیشد. عمره 9 ماه، حج در 3 ماه، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، مقدمات حج رو در اون ماه ها فراهم میکردن. در حج هم ذی‌الحجه هم که اون موسم خاص بود دیگه، در این 3 ماه رو که مقدمات حج و حج میدانستند، هیچ عمره این مقبولیت نداشت، یعنی دیگه اون زیارت خانه رو به این عنوان نداشتن. تا زمانی که آیه شریفه هم نازل نشده است همین باور و تصور، اما بعد از این نزول این رخصت داده شد به مسلمانان، به این حکم شد و این به شکل فریضه واجب حتی مطرح شد که این نوع از حج وظیفه اون کسانی است که الان ادامه بحث امشب می‌خوانیم، کسانی که ساکن مکه نیستند، یعنی اونها که از 4 فرسنگی به دورند از مکه، به بیان این رو میگن حج آفاقی، یعنی اون کسانی که از دور میان. حالا اینا ممکن از 5 فرسخی بیان یا 50 فرسخی یا 500 فرسخی، فرقی نمیکنه دیگه. اینها وقتی آمدن، شما عزیزان وقتی وارد شدید به سرزمین وحی در این ایام حج، اونگاه ابتداعا کاری که میکنید عمرتون به جا میآورید، بعد به شما میگن آزادید. حالا 3 روز وقت دارید تا روز 9، 10 روز وقت دارید زودتر آمدید، هیچ فرقی نمی کند. شما از احرام بدرایید، الان تمتع کنید. این میشه تمتع. این فترت و فاصله بین عمره و حج علت نامگذاری قبل و بعدش شد. عمره شد تمتع، حج هم تمتع. چون الان شما می توانید استفاده کنید، از احرام بدر بیاید، آسوده باشید، نظافت کنید. اون محرمات احرام دیگه بر شما 25 مورد مشکلی نیست، مباحید، آمیزش جنسی حتی هیچ مشکلی در این جهت نیست، و یه دوران آماده سازی برای ورود به خود حج. خب این گفته شد و همونطور که دیشب اشاره کردم، هنگامی که این حکم رو پیامبر فرمودند، به دلیل اینکه ترک المعتاد عن عادته کالمعجز، کسی که عادت به چیزی دارد، هنگامی که این رو میخوان از ذهنش بیرون بکشن، باورش رو عوض کنن، این مثل معجزه است. برای این جماعتی که خوی به اون فرهنگ سابق کرده بودند، این حکم رو که پیامبر فرمودند، این یه بازتابی داشت، یه پس لرزه هایی داشت. خب عده اون ایمان و باور و استقامتشون سریعا حکم این است و سلمنا. اما بعضی ها اشاره کردم که اعتراض به این حکم کردن، آقا این با اقتصاد مکه نمی سازد، مردم اگه بیان عمره و حجشون رو در یه سفر انجام بدن، یه توریست حساب میشه، این بار دیگری نخواهند آمد، هزینه مکه کاهش پیدا میکنه، مکه آبادان نمیشود. و اون فکر قبلی در ذهن اینها نقش داشت که من جمله گفتیم که بعضی ها شدیدتر برخورد کردن، که پیامبر به یه نفر گفت انک لن تؤمن بهذا ابدا، تو هرگز به این حکم ایمان نمی آوری. و تفسیر سخن پیامبر رو هم در مرور زمان گفتیم که خلیفه دوم در زمان خلافت اعلام ممنوعیت و حرمت این عمل کرد و گفت این حرام است، و این اون دو متعهی که حرام کرد یکی این بود، و این رو هم اشاره کردیم.
حالا خداوند اینجا این فرصت رو بندگانش داد. شما عمرتون انجام بدید، حالا با یه آسودگی، با یه موقعیتی باز یه دوران خودسازی رو شروع کنید، مهیا باشید برای حج. فمن تمتع بالعمرت الالحج، موفقی به این کار شدید الحمدلله، حجتون رو هم انجام دادید، وارد حج شدید دیگه، این عرفات و این مشعر و این هم منا. فمستیسر من الهدی، حالا اینجا مراقب باشید که دیگه باید قربانیتون و هدیتون رو به سوی خدا. اما فمستیسر، باز هم تأکید میکنه، دیشب اشاره کردم که ما الان در بحث قربانی دیگه هممون به یه شیوه رفتار میکنیم و بالاخره دنبال یه گوسفند سالمی میگردیم، این رو به عنوان قربانی عمل میکنیم این چنین. اما خب این سنت نبوده در اسلام، یعنی در رویه خود پیشوایان دین، کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما بوده است. اینها به گوسفند قناعت نمی کردند، اینها به اشتر عمل می کردند و اون هم نه یه شتر. گفتیم که پیامبر در سفری که آمدند 100 شتر برای قربانی آوردند، 63 شتر به تعداد سن شریف خودشون از طرف خودشون قربانی شد، 27 شتر از طرف امیرالمؤمنین که از یمن می آمد، 37 از طرف امیرالمؤمنین که از یمن آمده بودند. و خب این بود. اما قرآن بنا رو بر یسر و مدارات می گذارد. فمستیسر من الحد، هر مقداری که توانستید دیگه، این حداقل کف، اما سقفش با کرم خودتون و با انتخاب و آمادگی خود شما. فمستیسر من الحد، اما در این حال با تمام رأفت و رحمت این هم گفته می شود، فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام. ممکن است در بین شما کسانی باشند که در این حال به یه مشکلی برخورد کنند و امکان همون یک قربانی هم برای اونها فراهم نشه. اگر چنین تصوری پیش آمد و شما مبتلا شدید به این که حال بالاخره مشکل مالی پیدا کردید، این حسابگری لازم رو نکردید و احیانا دستتون خالی شد و توان حتی همون قربانی ابتدایی رو هم اگر شما نداشتید، اینجا خداوند سبحان چاره میکند کارتون را. اگر فمن لم یجد، کسی نیافت، همین مقدار هم نتوانست قربانی کند، این رو با این طرح جبران کند، فصیامو، این روزه میگیرد 3 روز فلحج، در حج 3 روز روزه داری میکنند. طبیعی است این 3 روز منهای روزه عید است، یعنی عید قربان که حرام است گرفتن اون در اسلام، 3 روز در حج میگیرد. و سبعتن اذا رجعتم، و 7 روز هم هنگامی که به شهر و دیار خودش برگشت. 3 روز رو در همین سرزمین روزه میگیرد، حالا تنظیم میکند دیگه، این قبل یا بعد از عید قربان، و 7 روز هم هنگامی که بازگشت به وطن اونگاه این رو میگیرد. این 10 روز میشه جبران و کفاره اون قربانی که نتوانست انجام بده و توان مالی اون رو نداشت. بعد به لطافت قرآن این رو مطرح میکند، تلکه، این چند تایی که گفتیم، این 3 و این 7، عشرتون، اینها 10 تاست، اما عشرتون کامله، 10 تای کامل. خب اینجا یه ظرافتی وجود داره، خب طبعا 3 به اضافه 7 رو دیگه این کودکان پیش دبستانی ما هم جمع میزنن با تعداد انگشتاشون، این 3 رو بعد با 7 جمع میکنن، میشن شد 10 تا. حالا خداوند چرا جمع میزنه در قرآن؟ تلکه عشرتون کامله، این شد 10 تا. خب آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، این که خب روشنه، این دیگه جمع زدن نداره که خدا میفهمد تلکه عشرتون کامله. نکته در اینجاست که 2-3 ظرافتی، یک این که وقتی خداوند فرمود 3 روز در حج و سبعتن اذا رجعتم، و 7 روز هنگامی که برگشتید، این واو رو بعضی ها به آو تصور میکنن، یعنی یا 3 روز در اینجا بگیرید یا 7 روز هنگامی که برگشتید. نه نه، این برداشت غلط است، این 3 و 7 با هم، تلکه عشرتون کامله، اینو به عنوان انتخاب نمیگیم که این 3 روز بگیرید یا 7 روز در منزل تو دیارتون، نه، بلکه اینها باید با هم باشه، این 10 روز رو. یک،
نکته زیباتر باز شاید از این باشه که بالاخره خداوند به پیوستگی و تأثیرگذاری این هفت روز در هم اشاره می کند با قید کامله و همون معنای کمالی که دیشب اشاره کردیم. این هفت و این سه با هم وقتی جمع میشه اون اثر رو در روح و در جان شما میگذارد. سوم، اصلا این تأکید کامله زیبایی است رو عدد ده خداوند مطرح میکند. مبنای اصلی عدد یعنی دستگاه اصلی عدد بر دهگان است دیگه. خداوند سبحان فرمود تلک عشرتون، این دهگانی و دهتایی که این عدد کامل است. بالاخره شما با مبنای ده بعد هم که فراتر از ده میرید باز بالاخره باز مبناتون دهگان پایه است، ابتداعا پایه اولی است. تلک عشرتون کامله. این حکم ذالک لمن لم یکن، این از آن و اون کسانی است که اهل اینها در مسجد الحرام حاضر نیست. این از آن و اون کسانی است که اهلشون در مسجد الحرام نیست. یعنی این حکمی که داریم میگیم که شما این بدین شیوه عمل میکنید و سه روز اینجا میگیرید و برمیگردید و قربانی ندارید، این حجتون هم به این شیوه انجام میدید، این مال کسانی است که ساکن مسجد الحرام نیستن. هیچ کی در مسجد الحرام ساکن نیست. مراد از مسجد الحرام اینجا چیست؟ مکه. خود همون چهار فرسخی که عرض کردم. گاهی این اطلاق رو میبینیم در قرآن به کل سرزمین مکه مسجد الحرام گفته شده از گاه، و این خیلی زیباست. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. منزه است اون خدایی که پیامبرش رو از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى میبرد در دل شب و از اونجا به معراج عظیم و ملکوت قدسی میبرد. پیامبر، مورخین عمدتاً نوشتن که نبی مکرم اون زمانی که به معراج رفتن در اون معراج خاص از مسجد الحرام حرکتشون نبود، بلکه در خانه امهانی بودند. از خانه امهانی در یکی از خانه های مکه بودند. به اون کل سرزمین مکه مسجد الحرام و این اون قداست و زیبایی و شکوه این سرزمین حرم رو بیشتر در ذهن مخاطبان جلوه می کند که وجب و وجب و جای جای این سرزمین مورد سوگند خداوند است. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. سوگند به خاک این سرزمین، سوگند به جای جای این خاک، این سرزمینی که زیر پای تو قرار گرفته از پیامبر، به تمام اونجا دارد که سوگند یاد بشه و قداست و اون شکوه این سرزمین. فرمود این حکم گفته شد. حالا در پایان واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. لحن کلام الهی هم یه به اصطلاح زمزمه محبتی است، هم یه حالت هشدار و تا حدی میتوان گفت تهدید دارد. اولا فرمود واتقوا الله، اینو من الان عرض میکنم، انشاءالله در ادامه بحث هم جدیتر با هم میرسیم، خواهیم گفت در این چند بحث آینده. اون نتیجه‌ای که از عبادات شرعی خداوند نظر دارد، از همین عبادات تمرینی که خدای سبحان به ما تکلیف میکند عزیزان، تو این کلمه نهفته است. در مورد روزه ملاحظه فرمودید که خدای سبحان اشاره فرمود لعلکم تتقون، هدف آن است که به تقوا برسید. روزه مقدمی است برای حصول تقوا در وجودتون، اون مهارت کنترل وجود، اون توانایی حفظ موقعیت و شرایط خودتون. اینجا می‌فرماید واتقوا الله، این سیر حج رو که ادامه می‌دهید نتیجه این باید تقوا باشد. حج اگر منتهی به تقوا نشد مقدمه است که به ذل مقدمه و نتیجه نرسیده است. هدف از این عبادات تقواست. و اتقوا الله، مراقب باشید به گونه ای اعمالتون رو تنظیم کنید، منظم کنید که پایان اون تقوای الهی باشد. و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب. اگر بخواید اون نتیجه تقوا رو بگیرید از این عمل، لازمش اینه که طبق اون شیوه مقرر معین رفتار کنید. دیگه اینجا جای سلیقه ورزی
نیست، جای تحمیل نظر و عقیده نیست. خداوند این عبادات رو به تعبیر ما طراحی کرده است، نماز با همین ساختار. در باب روزه اشاره کردم، تأکید میکنم چون گاهی خارخار در ذهن بعضی ها میشود بالاخره این مطلب. خداوند قالب نماز رو با محتوای نماز از ما میخواهد، یعنی همین قالب، یه رکوع و دو سجود، با همین تشهد، با همین تکبیره، با همین تسلیمه، روح حلول میکند در همین پیکر. این پیکر و این روح رو خداوند از ما میخواد. دیگه این کاستن و افسودن و چانزنی ندارد. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حج همین است، با همین ساختار هاست، با این شیوه است که خداوند تعیین میکند. و اون تقوا و روح و معنویت و عرفان حج رو باید در همین قالب جست، از جای دیگری نمیآید. در دل خود همین شیوه رفتاره که اون تقوا حاصل میشه و عارض میشه. خب اون نتیجه کار رو ذات حق فرمود و در این حال این رو هم مطرح میفرماد که مراقب باشید شیوه کارتون و اصولتون رو دقت کنید و پیاده کنید. به دنبال اون چنین میفرماد: الحج و اشهر و معلومات. الان اشاره کردیم حج ماهای معلومی است، یعنی حج در ماه‌های معلومی است، وقت حج ماه‌های معلومی است. گفتیم که برای حج سه ماه رو پیش بینی می‌کردن، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه. حالا دیگه شرح اون جزئیات اون رو در کلمات خود خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام به زیبایی اینها دیگه جزئیات اون گفته شد و مطرح است. حج ماهای مشخصی دارد، اما فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این از زیباترین آیات حج در قرآن است. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تقون یا اولی الالباب. حالا ببینیم تا کجای کار میرسیم انشاءالله. فرمود فمن فرزه، این حج ایام خاص خودش رو دارد. کسی که فرض میکند در این ایام حج رو، یعنی چی فرض میکند؟ یه توضیح مختصری. کلمه فرض رو گاه اشاره کردیم به معنای بریدن است. گاهی شما یه پارچه ای رو میبرید، آستینی در میاد، این یقهی در میاد، بالایی پایینی غیره، نام این قرض است. با اون چه هم با این میبرید مقراض است. هنگامی که چیزی رو جدا میکنید میبرید، کاملا دیده میشود، در خارج این میشه قرض. اما گاه یه چیزهایی رو میبرن، قطعی میکنن که شکل این تغییر نمیکنن، اما دیدنی نیست. میگن آقا چقدر بریدن برای این مجرم؟ میگن 6 ماه بریدن. میگن حکم رو چجور بریدن؟ میگن 3 سال بریدن. حکم رو میبرند اما اون بریدن بیرونی نیست. اینو میگن فرض. وقتی یه چیزی رو در عالم اعتبار میبرند و تفکیک میکنن و قطعی میکنن، این میشه فرض و خود اون عمل میشه فریضه. فریضه خداوند به واجبات دینی فریضه میگوید، چون خدای سبحان اینها رو بریده است، تعیین کرده است، به تعبیر ما فیکس کرده است. و وقتی بریده شد دیگه تغییر نمی کند. این قالبیست الهی که خداوند این رو تعیین کرده است. حالا یه توضیح اطلاع عمومی تر بیشتر در این جهت هم عرض می کنم خدمت دوستان. استظهار دارید که ما 2 گونه واجب داریم در اسلام. یه واجباتیست که دین می گوید. اگر دین هم نگوید به عقلتون مراجعه کنید، خود عقل شما حکم می کند. دین تأکید میکند، شما رو متوجه حکم عقلتون میکند. به اصطلاح میگن اینا واجباتی است که ارشاد میکند، راهنمایی میکند شما رو به حکم عقلتون. از این واجبات زیاد داریم در اسلام. سوال: اگر کسی امانتی رو در نزد جناب عالی داد، به عقلتون مراجعه کنید، میگد این امانت رو بازگردان یا خیانت کن. کدام عقله که بگوید خیانت در امانت خوب چیزی است؟ هیچ عقلی این رو جواب نمیدهد. به عقل اگر مراجعه کنید میگن امانت خوب است، باید امانت دار باشید. شرع به شما میگوید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها.
خداوند شما را امر می کند که اماناتی که دارید به اهلش برگردانید، هر امانتی را بدید به صاحبان آن. می گوید علالید ما اخذت حتی تو عدی، ولی این دست شماست اگر هر چی رو دادن به شما به صاحبش برگردانید. خب اینا حرف شرع است. اگر شرع نمی بود عقل حکم می کرد. شرع داره شما رو هدایت می کند و راهنمایی می کند با حکم عقلتون. یعنی اداء امانت و رساندن امانت یه واجب عقلی است، یه واجب شرعی هم در کنارش میاد، پشتوانش میشه شرع. شما اگر به عقلتون مراجعه بفرمایید، آیا عدل رو واقعا عقل شما واجب میداند یا نه؟ احتراز از ظلم رو واجب میکنه براتون یا نه؟ کدام عقل سلیم است که بگوید ظلم خوب است، عدل بد است؟ هیچ وقت این اتفاق نمیفتد در عالم اعتبار ذهنی ما و عقل ما، مگر عقل دچار مشکل باشد. عقل میگوید ظلم بد است. عقل میگوید که منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. اونگاه شر میاد به دنبالش میگد نه، لا تظلمون ولا تظلمون. شر میاد میگوید که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نه ظلم بکنید نه به ناظالم نزدیک بشید، به آتش ظلم هم نسوزید در نزدیک شدن به ظالم. اگر شهر میاد و ما را دعوت میکند به عدالت، اعدلو هو اغلب رد تقوا، این حکم عقله شهر. حالا پس یه سری واجباتی داریم که اینها از محکمه عقل ما هم صادر میشه، اما یه سری واجباتی که اینها ابتداعا عقل اینها را صادر نمیکنه، چون شهر میگوید حالا عقل میگه خب پس همینه، چون شهر گفته است اینه. این که سه رکعت نماز مغرب بخونید، دو رکعت نماز صبح بخونید، چه معیار عقلانی برای این دارید؟ خب به عقل خودمون مراجعه کنیم، میگیم آقا صبح که انسان نیاز بیشتر به این داره، مثلا یه ورزش منظمی است، یک نشاط بیشتری باشه، مثلا از خب بر صبح برخاستیم، بالاخره ما 8 رکعت بخونیم، شب دیگه حالا خسته یا غیره فلان اینا کمتر باشه که بهتره. مثلا ممکنه با ذهن خودمون بخوایم این رو تقسیم کنیم جور دیگه جواب بده، اما مطلب این نیست. شارع تنظیم میکنه این واجب رو، مشخص میکنه، بعد عقل شما میگه بله با توجه به اینکه شارع حکیم و خداوند علی اعلی این رو گفته است، حکمت ها و عقلانیت در همین است. آمادگی جسم و روح انسان صبح این مقدار است، این دوز دو مال صبح است و اون دوز 4 مال عشا است، مثلا این رو تنظیم میکنه و مشخص میکنه به این شیوه. به مجموعه اون چه شرع ابتداعا میگه و عقل میگه واجب میگیم، میشه واجب عقلی و شرعی. اما فریضه به واجباتی گفته میشود که فقط شرع میگوید. اجتناب از ظلم رو فریضه نمیگن، ادای امانت رو فریضه نمیگویند. اون واجبی که شرع مستقیم میگه، اگر در باب روزه است، اگر در باب نماز است، عباداتی است، احکامی است که از شریعت میاد، نام اینها چیست؟ فرائض. و این میشه فریضه. حج فریضه است، نماز فریضه است، روزه فریضه است. فمن فرضه، اگر فریضه شد دیگه بریده شده است، قابل تغییر نیست. هیچ شکلی از نماز رو تا ابد هیچ فقیهی نمیتواند عوض کند، هیچ شکلی از حج رو، اون قالب حج رو هیچ کسی نمیتواند تا قیامت تغییرش بده. این همان است که حلال مستمر است تا قیامت، حرام اون هم مستمر است تا قیامت. حالا فرمود فمن فرض فیهن الحج، کسی که حج رو بر خودش فریضه کرد. ما حج رو بر خودمون واجب میکنیم یا خداوند؟ خدا بر ما واجب میکنه، هم مقدمات شما فراهم میکنیم، یعنی ما این که خب اون موقعیت و تلاش و شرایطی پیش میاد که استطاعت میاد حج واجب میشه، ما این که اقدام میکنیم، به تعبیر شما ثبت نام میفرمایید، مقدمات چه فراهم میکنید، کاروان میبینید، میرید مسجد شجره میرسید، میرید عرض به خدمتون جحفه، احرام میبندید، تلبیه میگید، خب الان دیگه واجب کردید بر خودتون. با این مقدماتی که اومد دیگه اینجا گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، بود برید تا خط آخر، بود ادامه بدید کارتون رو. فمن فرض فیهن الحج، اگر شما موفقه به فریضه حج شدید، این رؤوس کارتون رو فراموش نکنید. فلا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج، بدانید در حج رفس وجود ندارد، فسوق نیست، جدال هم در حج نیست. حالا این لحن و عبارات و کلمات مطلب دارد.
اولا فرمود رفس، خود این لغت رو در چند آیه قبل اشاره کردیم. این واژه رو اصطلاحا در لغت عرب به کلمات خصوصی که بین زن و شوهر در بعض از شرایط ویژه گفته می شود مطرح می کنن، به یک کلمات خاصی که اینها در یه شرایطی میگن که در شرایط عمومی اینها رو بر زبان جاری نمی کنن. ممکن است مقدمه ای برای بعضی از ارتباطات ویژه باشد، اینها رو میگن رفس در لغت عرب. خداوند اینجا چیز دیگه میخواد بیان بفرماید، میخواد بگه مسائل آمیزشی و جنسی در حج ممنوع، اما تصریح نمیکنه بلکه مقدمه رو مطرح میکنه، به همون دلیلی که اونجا عرض کردم، یعنی هم به ناس حکم گفته بشه هم ادب حرمت و کرامت اخلاقی اقتضا میکند که تصریح نباشه. گاهی ماها میگیم آقا من خیلی آدم رکیم، من خیلی سریع به شما میگم. خدا رک صحبت نمی کند و صریح نمیگوید. اولیاء دین هم صریح بگو نبودن، شما هم نباشید. خواهش میکنم این اخلاق رو از اونها بیاموزید. خیلی از کلمات بنا نیست ما پرده دری کنیم و عریان مطرح کنیم. شما نگاه به دیگران نکنید که چیزی پوشیده ندارن، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی. نه، ادب اسلامی و تربیت اسلامی ما اقتضا میکند که ما یه چیزهایی رو با کنایه، با ادب، با حفظ حدود، این زبان مؤمن و دهان مؤمن الطیبات للطیبین، باید طیب باشه، باید پاکیزه باشه. افتخار است این حدیث که گاه گاه خدمت دوستان اشاره شده است که مثل المؤمنه مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است. لا یأکل الا طیبا، زنبور چه میخورد؟ شهد ناب به گل رو میخوره. خوشخورتر از زنبور ما موجودی نداریم تو خلقت. دیگه نابترین گلهای معطر زیبا، اون هم نه همه گل رو، میمکد اون شیره عالی گل رو، اونم از اون نازبرگهای زیبا یا اون از اون کاسه برگها بیرون میکشد استفاده میکند. لا یأکل الا طیبا، مؤمن مانند زنبور عسل است. هر چیزی رو که مؤمن نمیخورد، یعنی هر خوراک فکری که نداره مؤمن، هر چیزی رو که در وجود خودش به در نمیدهد. ولا یخرج منه الا طیب، از زنبور عسل بیرون نمیاد مگر طیب، یعنی عسلی که فیه شفاء للناس، از سر تا قدم، از موی سر تا ناخن پا برای انسان مفید است. این عسل هیچ عضوی نیست الا اینکه بهرش از عسل میبرد. و این موهبت و نعمت مؤمن فراورده ها و اونچه خروجیشه پاکیزه است. خروجی پاکیزه، خروجی پاکیزه، اعمال پاکیزه، این شأن مؤمنه. گفت خیر بشر رسول خدا، یان فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون اهل عسل. خیلی زیبا گفته است جامی، حدیث رو ترجمان پارسی کرده است به روانی و شیبایی، و واقعا همین است، این شأن مؤمنه. ما نباید خیلی از مطالب رو صریح و رک مطرح کنیم، بلکه با اون ادب شیوای قرآنی و همون رفتار معصومین عالی ترین اثر رو خواهد گذاشت مسلم در اخلاق عمومی، عفت عمومی و همه چیز. پس رفس اینجا مراد یعنی مسائل جنسی. حالا من قبل از اینکه ادامه رو بگم یه نکته، لا رفسه در حج رفس نیست، یعنی نیست اصلا، فسوق نیست، جدال نیست، این لا نفی میکنه، یعنی نیست. آیا خداوند داره خبری را میدهد که اینها نیست، اگه برید پیدا کنید پیدا نمیکنید، یا نه چیز دیگه داره میفرماید؟ نهی میکند، یعنی داره میگه این کارو نکنید. لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا، این دومی است. حالا چون لطافت داره عرض میکنم، ببینید گاهی به شما میگید، گاهی در مقام تربیت والدین میگن مادر این کارو نکن، پسرم این کارو نکن، این پدر میگه، اما گاهی میگه این آزاده گل ما این کار را نمی کند. کدام مهمتر از جهت تربیتی؟ این دومی بیشتر اثر میکنه. اونی که شما نهی مستقیم کنید، یا اینکه نهی مستقیم نکنید، به شکل جمله خبری نهی کنید، خیلی احترام گذاشتید به طرف مقابلتون، و این تأثیر گذارتر در جان و در دل مخاطب میشه. فلانی اهل این کارها نیست، فلانی چنین نمی کند،
این وقتی به این شیوه مطرح میکنید، این یه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یعنی چی؟ یعنی در اسلام ضرر و ضرار دیده نمیشه. ضرر اونچه مربوط به خود انسان است، ضرار اونچه نسبت به دیگران است. خب ما در بین مسلمانان ضرر و ضرار نمیبینیم؟ هست. خداوند خبر نمیده که نیست، بلکه میگوید نباید باشد. یعنی ضرر نزنید به خودتون، به دیگران هم ضرر نزنید. داره نهی میکند. اما لا غش فی الاسلام، در اسلام غش وجود ندارد. ما که میبینیم در بازار مسلمانان الا ماشاءالله. لا غش فی الاسلام یعنی چی؟ یعنی غش نکنید. این نهی. اما مؤدبانه میگه اگر ما اهلش باشیم باید بگیریم. العاقل یکفیه الاشاره. ما باید متوجه باشیم. لا نجش فی الاسلام یعنی چی؟ شنیدید کلمه نجاشی و نجاشی؟ هر دو رو شنیدید، بعد میگید کدومش درسته، نجاشیه یا نجاشی؟ این که گفتن هر دوی اونی که در حبشه بود نجاشی بدون تشدید، اما نجاش و نجاشی شغل بوده. این اصلا یه حرفه بوده که الان تو دنیا هم بسیار دیده میشود، تو تجارت امروز اصلا یه مبناش همین نجشه، که در اسلام حرام است و محرم است. لا نجش فلت نجش چیه؟ گاهی توضیح دادم، بالاخره شما وارد این فروشگاه میشید و جنس رو آوردن دیدید، بعد دیگه نپسندیدید، دیگه الان که بیاد بیرون است، یه مرتبه کسی وارد میشه، آقا فلان شهر رو دارید؟ میگه بله. محبت کنید، ما گشتیم شهر نبود فلان. میگه بفرمایید خواست. تا که این میاد و میذاریم جا، ما یه نگاهی میکنیم، ما که پشیمان بودم میخواستیم از این مغازه بریم، میگیم آقا این که مربوط من بود ببخشید، این اگر هست باقی که دیگه. میگه نداریم همینشی. میگه خب من زودتر خواستم دیگه. ما جنس رو میگیریم بیرون، آقا ما درصدش و پرسنتش رو میگیریم میره بیرون. هم نام این نچ یعنی بازار تیزی، یعنی به تعبیر فارسی خودمون بازار تیزی. این هست الان تو تجارت دنیا الان مطرحه. این اصلا تو تجارت بین الملل دیده میشه، خیلی به شکلش وقیح اون دیده میشه که لا نجش فی الاسلام، یعنی نجش نکنید مسلمانان، شما آلوده این بازی ها نشید. اینجا هم خداوند چنین میفهمد، فلا رفثه یعنی لا ترفثه، در ایام حد شما پاره ای از مسائل رو به کنار بگذارید. خب یکی از مسائل مهمه محرمات ایام احرام خود ارتباطات خاص زناشویی است، هماهنگی ندارد. در اون ایام باید روح پاره از لذت‌های جسمی خودش رو هم بگذارد و دیگه باید طعم دیگری رو بچشد، به لذت‌های دیگری و اهداف دیگری بیندیشد. فلا رفث ولا فسوق. فسوق هم در حج نکنید. یعنی چه فسوق؟ فسق می‌دانید یعنی خارج شدن از چیزی، به در آمدن. حالا انسان وقتی یه چیزی اولا خارج می شود از یه شرایطی که بعد فاسد میشه، این میشه فسق. یه میوه‌ای رو پوست میکنید، بعد این میمانه استفاده نمیشه، این دیگه کم کم جمع میشه، این از بین میره، میترشد به تعبیر ما، دور میندازید، این میشه فسق. فسق در لغت به معنای خروج، خارج شدن. انسانی که از طاعت خداوند خارج می شود، که این خروج از طاعت الهی موجب تباهی، فساد و نابودی اون میشه، نام این عمل فسق و این انسان فاسق است. فسق پس یعنی خارج شدن از طاعت خداوند، انجام اعمال و رفتارهای پیشگیری شده و نهی شده که این لازمش خروج از طاعت است. خب بالاخره این تعارف که ندارد. انسان وقتی یه عصیان و معصیتی میکند یعنی چی؟ یعنی از طاعت خدا خارج میشود، به در میاد. حتی گاه وقتی این معصیت شکل بالاتری دارد و شنیعتری داره، از ایمان هم خارج میشه در اون لحظه. لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن. اگر کسی زنا میکند در حالت زنا دیگه این مؤمن نیست اصلا. لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. وقتی کسی سرقت میکند مال یک انسانی رو، در حین سرقت دیگه مؤمن نیست. لا یشرب الشارب حین یشرب و هو مؤمن. کسی که شرب خمر میکنه در لحظه شرب خمر دیگه این مؤمن نیست. صریحا کلمات
خاتم انبیا محمد مصطفی. نظام دیگر باید برگرده، توبه کنه به ایمان، مجدد رجوع به ایمان کنه و بعد گاه ممکنه خب بالاخره پیشبینی های دیگری بکند که این رجوعش رو درست کند. فسوق به معنای خارج شدن از طاعت خداوند. در حج دیگه فسوق معنا ندارد، دیگه اینجا جای طاعت است. اصلا فلسفه آمدن به حج چیست؟ طاعته دیگه. در اینجا حالا این فسوق ممکنه چی باشه؟ یه دروغ. از مصادیق این که در روایات دیده می شود در حج دروغ حج رو بیمزه می کند. ممکنه حاجی به حج برود، آقای روحانی هم سوال می کند آقا ما این اعمال همه درست است، مرتب است، حجتون صحیح است، اما این حجی که در کنار اون دروغ وجود دارد، این حجی که در کنار اون تزویر وجود دارد، این حجی که در دل اون ایزا بندگان خدا دیده می شود، این حج ممکنه تمام باشه اما کمال ندارد. یعنی عامل ارتقاء کسی نمیشه، اون کمال لازم در این حج نیست. خداوند داره شروط کمال حج رو مطرح می کند. ولا فسوق نیست ولا جدال فی الحج. کلمه جدال این هم قابل توجه، یعنی جدال نکنید. اما جدال یعنی چه؟ جدال خود لغت به معنای پیچاندن و تاباندن. این موهایی که گاه میتابانن میپیچانن خانوم ها پشت سرشون موی بلند رو، این میگن مجدل، مجدوله و مجدل از صفات زنان است در کلام عرب. جدال یعنی پیچاندن و تاباندن و به زمین زدن. حالا ما دو جور به زمین میزنیم، گاه ما کسی رو میپیچانیم و میتابانیم به زمین میزنیم که نجاتش بدیم از یه مشکلی، این میشه و جادل هم بلتی یه احسن، این جدال احسنه. اما گاه این جدال برای تخریب شخصیت، برای نشان دادن شخصیت خودمون، غرور، کبر، ایزاء مردم، این اون جدال اسوء، اون جدال بدیست که گاه این تو صحبت ها حداقلش رو میبینیم. یعنی دو نفر دارن با هم یه بحثی رو ادامه میدن، این میفهمه که نمیتونه اونو قانع کنه، اونم میفهمه نمیتونه اینو قانع کنه، اما هی ادامه میدن. هدفشون چیه؟ که تخریب کنند. اون بنا دارد این رو بکوبد، جوابش بدم که دیگه نتونه یکی رو جواب بده دیگه، یک کلام به صد کلام. الان شروع میکنند به گفتن. نام این جدال یا مراء است. این از بدترین چیزهاست در اسلام. این از اونهایی که اربعه تمیت القلب، چهار چیزن که دل رو میمیراند و حال عبادت انسان رو محو میکند. یکیش مراء است، یعنی همین که وقتی احساس میکنیم آقا نه شما در پی حقید نه من، فقط میخوایم هم رو مجاب کنیم، فقط میخوایم هم رو قانع کنیم. به چی قانع کنیم؟ به همین کلماتی که داریم رتب و یابس به هم میبندیم که بالاخره دهان شما رو ساکت کنیم مثلا. این میشه مراء و این 100% منفی. اترک المراء ولو کنت محقا. اگر دیدید حق هم با شماست اما طرف در این وادی نیست، رها کنید. جدال پس دو گونه است، یه جدال احسن یه جدال اسوء و بد. ولا تجادل در حج دیگه به تعبیر عامیانه دهان به دهان کردن، یکی به دو کردن، سر یه امر مختصری، سر این بشقاب قضا بالاخره چانه زدن، دیگه اینها حج نیست. اینها روح حج رو از کالبد و پیکر حج به در میبرن و حج رو میکنه یه عمل مکانیکی خشک بدون روح و اون حقیقت تقوا رو از حج جدا میکند. ولا جدال فی الحج. اما اینجا جای چیست؟ و ما تفعلوا من خیر. و بدانید هر عملی که شما انجام میدید از خیر، یعلمه الله، خداوند میداند این را. یعنی اینجا جای چیست؟ خیر است. دیگه شما تو شهر و دیار خودتون، عذرخواهی میکنم کلمه شما رو به کار میبرم، شخص رو نمیگم، یعنی همه انسان، بالاخره در شهر و دیار خودتون به مقدار کافی رفس گفتید، دروغ گفتید، بالاخره زیاد و کم گفتید، جدال کردید، دیگه اینجا جای این حرفا نیست. اینها در هیچ کجا خوب نیست، فسق و جدال هیچ کجا شایسته نیست. اما اینجا دیگه نتیجه اعمالتون در گرو این هست. اگر تمام کردید حج رو، خورد به ارکان حج،
اما اینجا کمال حجه. شما میخواید از این حج تو نتیجه بگیرید. ببینید به زیبایی چه میفرماید: اون چه انجام میدید از خیر خداوند میداند و محفوظ براتون میکند. یعنی تمام این حج باید تنیده در خیر باشد. کلامتون در این سفر خیر، نگاهتون خیر، پیامتون خیر، هر چی دارید باید تو این سفر خیر باشه. اگر غیر خیر در این سفر باشه، خسران عظیم است، خسران غیر قابل جبران است. و به دنبال اون فرمود تزودو. خیلی زیباست این جمله، من همین رو بگم: تزودو فان خیر الزاد التقوى. دیدید عزیزان که گاهی بازارهایی درست میکنن، یا اینجا جمعه بازاره، قبلا بوده، بالاخره در مشهد خود ما بوده است، جمعه بازار مشهد معلومه کجا، شنبه بازار، چهارشنبه بازار، این گاهی دیدید گاهی بازارهای ویژه‌ای درست میکنن، دیگه میاد یه بازار خاصی میشه عرض به خدمتون، و اصلا الان متداول در بین خود نمایشگاه خاص درست میکنن، سالانه درست میکنن، اول نمایشگاه دم این ایام پایان سال میشه، یه موقعیت و فرصتی برای خرید برای خانوارها مهیا میشه، میشه تا بندین ها میگن این وقت خوبی است الان تو این بازار بریم، قیمتا شکسته پایین اومده، 20% زیر نرخ بازار است، بریم خریدمون رو بکنیم، بریم خرید عیدمون بکنیم، خرید سالمون بکنیم، نمیدونم خرید ماهمون بکنیم. میرند اینها، اون چه میرند در این بازار میخرند اسم این چیست؟ زاد. اسم این زاده. رفتن به این بازار و جنس خریدن چیه؟ تزود. تزود عزیزان، حج بازار است، یه بازار ویژه‌ای است که در چند روز گشوده میشه، یه بازار استثنایی است. اما تو این بازار یه متاع ارزش داره اگر کسی برات بگیرد، اونم نیست مگر تقوا. شما وقتی پا به عرفات میگذارید، قدم به قدم، ثانیه به ثانیه این بازار دارن تقوا رو عرضه میکنن، یا میخریم یا سرمون بند میکنیم، یا متوجه میشیم از تک تک نفسهای اونجا تو اون فضا تقوا رو انسان باید بگیرد. از ثانیه ثانیه اون تزبد تقواست. عرفات پشت سر میذارید، ساعت بعد خیمه ها رو هم جمع میکنه، هیچ خبری نیست، جرت الریاح علی رسوم دیارهم، میاید پا به مشعر میگذارید، فردا شب میگیم انشاءالله میرسی، پا به مشعر میگذارید، لحظه لحظه و ثانیه ثانیه و ریگ ریگ مشعر تقواست. تزود، بخرید هرچی میتونید، هرچی پول دارید بخرید، اینجا هرچی بخرید ضرر نکردید. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدا یا منعمم گردان به درویشی که خرسندی. الان اینجا وقتی است که خرسند بشین تو این بازار، هر چه توان دارید تزبد کنید، بردارید، بردارید این جنس اون، همه رو بردارید، پا رو میگذارید به منا. منا بازار است، سوق رحمت الهی است، بازار تقوا، سوق التقوا. تزود و تو این بازار نکنه دست خالی برگردید، نکنه به جای بازار عرفات و مشعر و منا از بازار ابو سفیان سر در آورید. تزود اونجا نیست، تزود اینجاست. تزود و فان خیر الزاد. و اون خیر و زادی که در این بازار و در اینجا عرضه می شود نیست مگر التقوا. حالا در این حال کلی مطلب یه چیز است، این انطباقش بر آیه همینی که عرض کردم، و در مجموع قرآن هشدار می دهد شما آدمیان نیاز به زاد دارید. زاد یعنی توشه، اون چه به مسافر میدادن که با خود ببرد، زاد المسافر میگفتن. کتاب داریم، ناصر خسرو زاد المسافر داره، خیلی از نویسی بزرگان به این عنوان کتاب نوشتن، زاد المسافر. مسافر کیست؟ من و شما. میدان سفر کدام است؟ همین زندگی. پایان سفر کدام است؟ هممون به اون پایان خواهیم رسید، اما بدون زاد به این سفر نمیتوان رفت. اون چه زاد این سفر است هیچ چیز نیست به انتخاب الهی مگر تقوا. فان خیر الزاد، اون بهترین راه توشه‌ای که شما نه در بازار حج، حالا فراتر کنید، در بازار الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. تمام زندگی ما یه بازار است اصلا، از اول نوجوانیمون که چیزی فهمیدیم جوانیمون، تا آخر ختم تو بازاریم. حالا تو این بازار یا
زاد میگیریم یا زاد میدهیم. اونها که کیسند و زیرکند و آگاه میدونن روز به روز و لحظه به لحظه دارن تزود میکنن، میافزاین به این زاد و توششون. فإن خیر الزاد، این خیر الزاد و تقوا رو و تقونه. حواستون رو جمع کنید بندگان خدا، یا اول الالباب. اما رسیدن به این معنا و درک این لطائف و توجه به این مسیر و این حرکت و این زاد، این کار ظریف‌تر و باریک‌تری است و این نیاز به عقل نداره، بلکه نیاز به ظریف‌تر از عقل دارد. این نیاز به لب دارد. حالا این نکته لطیف آیه رو انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان مطرح میکنم و بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منبر و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه بگرداند. صلوات نادفرمید.